پیدا کردن گنج یک بانوی آریایی همراه با نمادهای خیلی مهم و شاخصه یک مقبره. با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز و گرامی، باز هم با یک کلیپ دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. خب دوستان، همونطور که مشاهده میکنید اینجا یک سنگ شاخص خیلی زیبا و یک رخ خیلی زیبا که نشان از یک مردی قدرتمند رو به ما نشون میده که در اصل فاکتور اینه که یک پادشاهی، یک منطقه پادشاهی رو به ما میده. خب دوستان، قلعه نامی و راه مالورو، چشمه و خود نماد لاک‌پشت. دوستان ببینید، در قسمت بالا نماد لاک‌پشت رو داریم که خودش یک تپه مشکوکی و سمت و اشاره اون دوباره به یک تپه دیگه که مشکوک قرار گرفته. دوستان ببینید، این دوتا تپه که هست به حالت یک تپوله هستن. اینها چون حالت خاکی که مشاهده میشه این قسمت، خب به حالت دستی میخوره و قسمت های پایین تپه اصلا طبیعی هستن. دوستان ببینید، اشاره لاک‌پشت و خود نماد لاک‌پشت خیلی مهم هست، چون فاکتورهایی که درباره نماد لاک‌پشت هست گنجینه بسیار بسیار رو داره. دوستان خب ببینید، نماد رخ این فرد قدرتمند کاملا محیط رو در بر گرفته. دوستان چند تا فاکتور مهم و اساسی در اینجا وجود داره. دوستان همونطور که مشاهده کردید، خب نماد لاک‌پشت، نماد رخ، سنگ شاخص، مقبره و نماد بانوی آریایی. خب ببینید، مسیر و جهت این راه مال رو کاملا ختم میشه به یک مقبره. این فاکتورها رو به ما میده. دوستان خب درست، منطقه از دور مشکوک. دوستان ببینید، نقطه مشکوک هست، ولی زمانی که جلوتر میریم اون قسمت پدیدار میشه و یک مقبره رو به ما میده. دوستان ببینید، راه های مال رو حالت زیگزاگ رو دارن، حتی به مرور زمان هم این قسمت هایی که از کوه فرسایش شده باز هم اون راه های مال رو به جایی میمونن. دوستان چون اینقدر زمانی که رفت و آمدی زیادی داشتن این رو مشخص کرد. خب در قسمت غربی وجود قلعه و نماد بانوی آریایی رو مشاهده میکنیم که مقبره‌ای در این قسمت قرار داره که اون رو تخلیه کردن متاسفانه، و هدف اینه که دوستان آموزش رو بیشتر ارائه بدیم که خدای نکرده این قسمت ها یا نمادها رو تخریب نکنن دوستان، و این آموزش باعث بشه که شما به نقطه اصلی کار برسید و اینها رو از دست ندید. دوستان عزیز، خب قسمتی که مقبره تخلیه شده در این قسمت قرار داره که اون رو تخلیه کردن متاسفانه، و نماد بانوی آریایی که در نماد رخ و سنگ شاخص میاد، وجود یک پادشاهی، یک قلعه مهم رو به ما میده. دوستان خب منطقه‌ای که در اینجا قرار داره کاملا شواهدها و فاکتورها رو داره که در اینجا یک پادشاهی و یک قلعه خیلی قدیمی رو به ما میده. دوستان خب ببینید، در نقطه مشکوکی که من گفتم در اینجا قرار داره، نماد رخ این بانوی آریایی دید و جهتش رو به سمت همون مقبره قرار میده. دوستان ببینید، در قسمت جلو که شما مشاهده میکنید ورودی مشخصه در این قسمت، و این ورودی تیکه‌ای از دوستان. خب این مقبره دید و جهتش رو مستقیم به سمت بانوی آریایی قرار داده. دوستان خب زمانی که منطقه
پادشاهی در اینجا قرار بوده، حالا دیوارها بوده، خونه بوده و درخت بوده و اینکه کاملا جریاناتی بوده در این قسمت ها دوستان. حالا به مرور زمان یا شرایط آب و هوایی کلان اینها از بین رفتن دوستان. ببین سنگچین های این قسمت ها رو ببین، اینها مال دیواره هستن، مال خود یک مقبره ای که در زیر این بانو قرار گرفته دوستان. این مقبره در لابلای این دیواره ها، خب ببینید مشخص دوستان، خب دو تا فاکتور رو داره به ما میده که قسمت مقبره جلو و مقبره‌ای که در زیر همین سنگ نماد بانو قرار گرفته دوستان. ببینید تابش خورشید کاملا به سمت مقبره هست، ببین فاکتورها رو کامل داره و این قسمت هایی که زمانی پادشاهی بوده در اینجا زندگی میکردن و اینها فرقهای مهمی بودن که به خاطر اینها این فاکتورها و این نمادها رو قرار دادن دوستان. خب راه مادرویی که من گفتم به مکانی مشکوک هدایت میکنه همین ورودی مقبره هست که مستقیم دقیقا روبروی بانوی آریایی هست که خودش هم یک مقبره در زیر پاهای اون قرار گرفته دوستان. خب این مکان مکانی قدرتمند محسوب میشه، مکانی گفتم پادشاهی هست و وجود این چند تا فاکتور برخوردار از یک پادشاهی در یک قلعه خیلی مهمی بوده دوستان. خب در اینجا متاسفانه باز هم اینجا را هم تخلیه کردن. جنس خاکی که شما مشاهده میکنید دوستان، ببینید کاملا خاک دستی هست که اون رو بیرون آوردن و مقبره رو خالی کردن دوستان. این نوع خاک دوستان که در کف میگیزن همون خاک دستی، خاک رس هست که به خاطر دفینه و چیزهایی که در اونجا بوده قرار میدادن دوستان. ببینید ورودی این مقبره خیلی جالب هست و گفتیم این هدف به خاطر آموزش بوده و هیچ موقع این مکانها و جاها رو تخریب نکنید دوستان، حتما در نظر داشته باشید. فاکتورها مال یک قسمتهایی رو مشخص کرد که اگر نماد رخ با خود سنگ شاخص بیاد مطمئن باشید اهم از یک قلعه پادشاهی یا یک فرد خیلی مهمی است دوستان. با ممنون و سپاسگزارم که با من همراه بودید. با تشکر کردم.